دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میافتند و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق میفته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و این طوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بری سر میز مردم برمید. ببخشید، معذرت میخوام، ممکن به بنده افتخار بدید؟ خواهش میکنم یه حرف کوچیکم با تو برم. بله آقا، بفرمایید. بله، شما کی هستی؟ فارسی نمیدونی؟ چی؟ با الیزابت کار داریم؟ الیزابت که موسیو مسخره بازی در آوردن. کوین گارسونه. الان سال هاست که مادرم تو بستر بیماری افتاده. هیچ کسی نداره ازش عیادت بکنه. فقط اگه میشد همونه توقع بی جای. چی میخواستین بگی؟ کاش میتونستم از شما خواهش کنم فقط یک مرتبه به دیدن مادرم بیاید. درسته که خواهش بی خودیه، ولی اگه قبول بکنین خیلی اونو خوشحال کرد. پس قبول میکنین؟ منظورم اینه که یک دنیا ازتون ممنونم. متشکرم. آ برای چی داره با این پسر میرخصه؟ خیلی خوش قیافه است. اسمش چیه؟ حسین سیمرغ. چرا بهش میگن سیمرغ؟ چون مثل مرغ از روی دیواره مردم این ور اون ور میپره. اون یکی از دزدای معروف این شهرشه. برای ما خوب نیست. الان راستم میشه میاد. فرشته چون رو نمیشناسه جان. راست میگه شهرام بشه. خواهش میکنم. میدونی میخوام بگم خیلی خوشحالم که راضی شدی. خیلی. راست. اجازه بدین این هدیه ناقابل که تنها یادگار خانواده ماست بهتون تقدیم. خواهش میکنم قبول کنید. نه، من نمیتونم اینو قبول کنم. به خاطر اون قبول کنید. 300 ساله که این الماس تو خانواده ما دست به دست گشته. اگه شما قبول کنین روح تمام اجداد منو شاد کرد. خب من کوتله. چی کوتله؟ آها، پس شما کوتله میخواید. شاید همین هست. شلوغش نکنین دیگه، هر چی پرپای واسهتون نمیده. خب دیگه چی میخوای؟ خوشگلا ها کوتله. خب شلوغش نکنین، من به همه تو کوتله میدم اما بهش شرط این که همه تو این یکی یه دونه ماست. فیلم چرخ و فلک با بازی محمد علی فردین، رضا بیک ایمانوردی و آذر شیوا داستان پسری به نام محمده که تو کودکی به دلیل فقر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده. سالها بعد زمانی که از زندان آزاد میشه با دختری مواجه میشه که تو گذشته همکلاسی دوران بچگیش بوده و دوستش داشته. اون به توصیه دختر تصمیم میگیره به زندگی شرافتمندانه برگرده. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام رضی جون، الهی قربونت برم. تا قربونم نرفتی رفیقمو بهت معرفی بکنم. ایشون مملی پش بشه رفیق دنیا. سلام، خوشبختم آقا. خیلی خوشحالم که ازی رضی جون دلم گرفته بود. قربونه جفتتون برم. خب شاید زندون آزاد چه میشه؟ امروز رفتی دوری من به ساخته چه خسته بود و کلم بشدی ناکر. خیلی دلم وزدتن شده بود. بیا عوضش وزای شیتله عبریکن. بابا چقدر قشنگه، از کجا آوردیش؟ این یادگار مادر خدا بیامرزم، عمرشو داد به منو گردن بندشی بده. تو خیلی بیوفایی رز جون، هر چند وقت یه دفعه غیرت میزنه و میری زندون. اصلا تو جنست بیوفا. بیوفا من نستم جونه، بیوفا اونایی که منو میگیرم میندازن تو زندون. خب به سلامت اونایی که منو میگیرم میندازن تو زندون. من دستم خوبه آقا، یه بلیت بخرید آقا، تو رو خدا یه بلیت بخرید، به خدا دشت نکردم، یه بلیت بخرید آقا، آقا یه بلیت بخرید، حتما برنده میشید آقا، یه بلیت بخرید آقا، آقا به من کمک کنید، مادرم مریضه. من دزدی نمی کنم. پدر تو در میارم. من جیب باری نمی کنم. باید دزدی کنی، باید جیب باری کنی، باید هر کاری من میکنم بکنی. حق نداری از برمون ما سر پیچه کنی. من دزدی نمی کنی. اگه منو تیکه تیکه من بکنی دزدی نمی کنی. من حالیت میکنم. حالا چی؟ جیب باری میکنی یا نه؟ ها؟ حرف بزن. چشم
چشم آقا، هر چی که شما بگید همون کارو میکنم. باریکلا حالا شدی بچه خوب. آقا یه بلیت بخری دو تو من که چیزی نید شانستون رو امتحان کنی. آقا یه بلیت بخری پولتون جای دوری نمیره. توی فیلم پول که محصول سال 1350ه، جلال یه راننده لوکوموتیوه که عاشق دختری اهل یه دهکده میشه و با این دختر که اسم شیرینه قرار ازدواج میذاره. جلال با لوکوموتیو تصادف میکنه و شیرین خبر اشتباه مرگ جلال رو میشنوه. جلال سالها بعد با این تصور که شیرین دیگه زنده نیست به دهکده برمیگرده، اما شیرین رو زنده پیدا میکنه. بخشایی از فیلم پول رو با هم تماشا میکنیم. طلا گفتم واسه چی اومدی؟ یهو دلم شور افتاد. چرا بی خودی که آدم دل شور نمیفته؟ نمیدونم اتفاقا منتظرت بودم. منتظرم بودی برای چی؟ یه چیزی واسه خریدم. سر کن سر کن. عبدالله عبدالله بله بله اونو بدش من. جشن سر کن الان میردش حتما خوشت میاد. بپر اوتا بدش من. نگاش کن این قفص مرغ عشق. میدونی این دوتا پرنده خیلی به هم دیگه اونس دارن. هیچ وقت از هم سوایی و خوشت میاد. دیشب تو قهوه خونه از یه دست فروش خریدمش. خیلی قشنگه. مواظبشون باش. میگن اگه یکیشون قفص بپره اون یکی هم دق مرگ میشه. اشتباه منتظرتم. برو خیالت راحت باشه. درسته که بین ما اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد، اما به اون امامزادهی که قفلشو گرفتم بر میگردم. هفته دیگه میام. ننمو بر میدارم میام. کلی خوشحال میشه وقتی بشنفه. خیلی خب بابا، خب دیگه من باز برم. خدا پسترم منتظرم باش. چش رو هم بذاری و من برگشتم. قربت برم. خدا نگه دارید. رفتم. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانواده‌اش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. زنانه؟ آی زنانه چیه؟ پس چی شد تاکسی؟ تاکسی کجا بود؟ پس از اون وقت الان چی کار میکردی؟ تاکسی لازم نیست. من میبرم ایشون. بیا بریم خونه پسرم. عروس خوشگلمم بیار. نه نه مادر، منو ببخش پسرم، من اشتباه میکردم. زنی رو که تو انتخاب کردی برازنده توه، چون از ثروت و پول به خاطر تو گذشت. به من ثابت شد که واقعا تو رو دوست داره. اون به من درس بزرگی داد پسرم. دل منو نشکن. من غیر از تو هیچ کسو تو این دنیا ندارم. منو ببخش، برگرد خونت پسرم. قبول کن پرویز، قبول کن. قبول کنی مادر؟ باشی میام. سلام. و تو رحمت علی، به خاطر محبتی که به من کردی و پسر و عروسمو نگه داشتی تا من خودمو برسونم، این سند مالکیت کافه رو به تو میبخشم. امیدوارم دیگه هیچ وقت به هیچ کس بده کار نده. ممنون خانم جان. به خدا خانمی از سر کلی شما میباره. منم دیگه خطرناک نیستم چون به کسی بده کار نیستم. این چاغورم غلاف کردم راحت آسوده. خداحافظ رحمت علی. با سلامت خوش باشی. خداحافظ. خوش اومدی. وای 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 به خدا. سلام.
تو هم از امروز حساب کارت بکن، چون با یک مرد با قدرت طرفی میدنی یا نه، برای اینکه من سند دارم. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. این دفعه دیگه با همیشه فرار میکنه. حالا دیگه خودم هم خسته شدم. اینو جدی میگم. دو سال پیش همچین شبی با هم عروسی کردی. چقدر آرزو با خودم به خونت آوردم، اما همش بود. شاید نمیدونستی که داری زن یه قاچاقچی میشی. شاید آخرمه. راستی پروانه جون، من یادم رفت برات یه یادگاری چیزی بخرم، منو ببخش. آره، اما من برات خریدم. خدا کنه خوشت بیاد. خودت بازش کن. به به، عجب ساعت نقره ای جان. میپسندی؟ آره، از سرم هم زیاد. عکس خودت هم توش زدی جانم. بیسم زودتر باید غروب برگردیم. همیشه خدا مردنده میکنه منو میزنه. اینه میگم بیدی اله نمیزن. چه میخوایی دست از این جلت بازید برداری؟ شوخی شوخی یه وقت جلای مردم کار دستمون میدی. پول من و تو و اون نداره. وقتی آدم با همه، همه چیزش با همه.